سلام بر شما خوش آمدید به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه از پیامدهای بیماری رهبر جمهوری اسلامی بر وضعیت سیاسی کشور خواهیم گفت با آخرین تحولات در گفتگوهای هسته ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک خواهیم پرداخت گزارشی داریم از رواج ازدواج سفید در ایران و خبری هم داریم از برپایی نمایشگاهی از آثار محمد نوریزاد مستندساز و منتقد نظام جمهوری اسلامی در لس آنجلس در پایان هم طبق روال با میستان بختیاری خبرنگارمان در ترکیه خواهیم بود تا از آخرین تحولات این کشور با خبر شویم با ما همراه باشید رسانه های رسمی جمهوری اسلامی دوشنبه 17 شهریور از عظیمت علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی برای عمل جراحی و انجام سریع و موفقیت آمیز آن خبر دادند. انتشار این خبر باستاب گستردهی در رسانه ها و فضای مجازی داشت. ناظران معتقدند دگرگونی در وضعیت سلامت رهبر در کشوری چون ایران میتواند منشأ دگرگونی های سیاسی بسیاری شود. سایت ایران وایر مطلبی درباره عمل جراحی رهبر نظام جمهوری اسلامی منتشر کرد. سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوی با علی مرندی رئیس تیم پزشکی رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده که گفته است این عمل جراحی بدون بیهوشی و با بیهسی موزعی انجام شد و وضعیت عمومی رهبر انقلاب کاملا خوب و طبیعی است. وی همچنین عمل جراحی را رایش توصیف کرده و گفته است از مدتی پیش این آرزه برای رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمده بود مرندی این مدت زمان را توضیح نداده ولی تأکید کرده که آقای خامنه ای در طول عمل جراحی در هوشیاری کامل بوده است وی گفته است رهبر جمهوری اسلامی حد اکثر سه تا پنج روز در بیمارستان بستری هستند و تحت مراقبت پس از عمل قرار دارند و به همین دلیل هم از حجم کارهایشان کاسته می شود علیرضا مرندی نماینده تهران در مجلس و یکی از چهرههای مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است در حال حاضر او و علی اکبر ولایتی دو سمت ویژه را بر دارند علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی رئیس تیم پزشکی آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری است که در یک بیمارستان دیگر بستری شده است به روشنی پیداست که کلمات در گفتگوی مرندی با سایت دفتر علی خامنهای کاملا حساب شده انتخاب شدند کلماتی چون بدون بیهوشی وضعیت کاملا خوب و هوشیاری کامل در واقع تلاش رسانه دفتر آقای خامنه ای برای ارائه یک تصویر کاملا طبیعی از وضعیت کنونی است در طول 35 سال گذشته اطلاع رسانی درباره وضعیت سلامت آیت الله خمینی و سید علی خامنه ای روی کردی مبهم داشته است برای نمونه سال 1387 با انتشار کتاب خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره فعالیت‌هایش در سال 1365 مشخص شد که در ششم فروردین سال 65 آیت الله خمینی ایست قلبی کرده و با تلاش پزشکان نجات پیدا می کند آنگونه که در این کتاب اشاره شده مشکل به حدی بوده که ابتدا هاشمی رفسنجانی را که به مناطق جنگی سفر کرده بود به تهران فرا می خانند. ولی با موفقیت آمیز بودن عمل احیای قلبی موضوع منتفی می شود این حادثه سبب می شود در طول سالهای 65 تا 68 یک بیمارستان اختصاصی برای مراقبت های قلبی در کنار محل اقامت آیت الله خمینی راه اندازی شود جزئیات کاری این بیمارستان را نیز سال 91 یکی از پرستاران آقای خمینی در گفتگو با مجله دانش روز افشا کرد همان گونه که از سال 57 در ایران شایع بود که آیت الله خمینی مشکل قلبی دارد ولی به روال معمول اغلب خبرهای مربوط به این مشکل از جمله ایست قلبی وی از افکار عمومی پوشانده شد سالهاست که شایع است آقای خامنه ای سرطان پروستات دارد با توجه به سوابق پرده پوشی در بیماری قلبی آیت الله خمینی اکنون این پرسش در افکار عمومی مطرح است که آیا ممکن است مسائل ناگفته ای هم درباره مشکل پروستات آقای خامنه ای وجود داشته باشد؟ پاسخهای معمول به این پرسش بدبینانه است امروز در شبکه های اجتماعی بسیاری نوشتند که چون مشکل سرطان پروستات دوباره حاد شده او ناچار به تن دادن به عمل جراحی شده است سال 89 نیز برخی خبرها در این زمینه منتشر شد و در یک مورد برخی رسانه‌ها با توجه به غیبت طولانی مدت رهبر جمهوری اسلامی در مجامع عمومی خبر از مرگ او دادند در طول چند روز آینده که رهبر نظام اسلامی در بیمارستان بستری است این اخبار وسعت بیشتری خواهند یافت پیامدهای وضعیت سلامت رهبر جمهوری اسلامی از آن نظر مهم است که در وضعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی به نحو بارستری نسبت به سارهای پیش تکمهور شده و بسیاری از مسائل با توجه به نزدیکی یا دوری به نظر رهبر ایران پیش می روند و یا متوقف می شوند. چنین وضعیتی سبب شده که سید علی خامنه ای نه تنها در میان اصلاح طلبان بلکه در میان اصول گرایان نیز از قدرت اجماع به نحو سابق برخوردار نباشد و آشفتگی ها و شکاف های وسیع در بدنه سیاسی اجرایی و حتی امنیتی و نظامی ایران پیش آید به طور طبیعی هر گونه تغییر در وضعیت سلامت رهبر نظام این شکاف های بلغوه را به مرز فعال شدن پیش میبرد و شکاف ها و آشفتگی ها را بیشتر دامن میزند. اردیبهشت امسال قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت باید برای بعد از آقای خامنه ای به فکر باشیم چنین اشاره در فضای سیاسی ایران کم شمار است ولی به خوبی نشان می دهد گفتگوهای پشت پرده درباره جانشینی رهبر 75 ساله جمهوری اسلامی جریان دارد. گفتگوها درباره جانشینی آیت الله خمینی نیز از چند سال پیش از مرگ وی آغاز شد. نکته جالب این است که آغاز برخورد با نزدیکان آیت الله منتظری، قائم مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مهمترین کاندیداتوری برای رهبری آینده، چند ماه پس از ایست قلبی آیت الله خمینی بود شهریور 65 پس از دستگیری مهدی هاشمی یکی از نزدیکترین چهره با آیت الله منتظری روابط قائم مقام رهبری با ارکان نظام خدشدار شد و سرانجام او در فروردین 68 از سمت خود استعفا داد پیش از این اقدام البته از ساختار سیاسی به طرز ماهرانهی حذف شده بود آیا طیف سیاسی مخالف آیت الله منتظری با توجه به وضعیت ناپایدار سلامت آیت الله خمینی تلاش کرد که از این وضعیت به نحو حد برای پیشبرد برد برنامه های سیاسی خود استفاده کند؟ به ویژه که این وضعیت سلامتی آیت الله خمینی در دو سال آخر به ای بود که بسیاری از امور در اختیار سید احمد خمینی فرزند وی قرار گرفت. پاسخ به این پرسش با توجه به انبوه ابهامهای تاریخی درباره رویدادهای پس از انقلاب دشوار است ولی به خوبی نشان میدهد که دگرگونی در وضعیت سلامت رهبر در کشوری چون ایران میتواند منشأ دگرگونی های سیاسی بسیاری شود دگرگونی های سیاسی که برخلاف حال کنونی رهبر جمهوری اسلامی که از سوی دفترش کاملا خوب و کاملا طبیعی اعلام شده است ممکن است بسیار بد و کاملا غیر طبیعی باشند کاترین اشتون که نمایندگی شش قدرت جهانی را در مذاکرات هسته با ایران بر عهده دارد میگوید مواضع جمهوری اسلامی فاصله زیادی با گروه پنج به علاوه یک پیرامون برنامه هسته تهران دارد گفته می شود یکی از موارد اختلاف میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی برای رسیدن به توافق جامعه هسته ای تا آزرما تعداد سانتریفیوش های است که ایران اجازه خواهد یافت فعال نگه دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی شش قدرت جهانی را در مذاکرات ای با ایران بر عهده دارد میگوید مواضع جمهوری اسلامی فاصله زیادی با گروه پنج با علاوه یک پیرامون برنامه هستهی تهران دارد اما طی مذاکرات هفته آینده این شکاف می تواند کاهش یابد به گزارش خبرگزاری رویترز کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز امیدواری در پیشرفت این گفتگوها تصریح کرده است با اینکه معتقدیم دیدگاه ما با جمهوری اسلامی فاصله بسیاری دارد با این همه امکان کم کردن شکاف در مواضع وجود دارد خانم میگوید ما با آگاهی کامل از انتظارات جامعه جهانی که خواهان توافقی خوب و مثبت هستند مصمم هستیم که به نتیجه برسیم در خبر دیگر پیرامون برنامه اتمی ایران علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در دیدار با مارتین لینگارد وزیر امور خارجه دانمارک گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای از جدی و صادقانه دارد و بر تداوم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تاکید دارد. آقای شمخانی گفته البته ما بر دستیابی کامل به حقوق قانونی خود نیز اصرار داشته و هیچ گونه زیاد خواهی را نخواهیم پذیرفت. وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این دیدار گفت مذاکرات ای با تلاش ارزشمند طرفین برای دستیابی به توافق جامع علیرغم وجود برخی اختلافات در مسیر امیدوار کننده به پیش می رود. در رویدادی دیگر نیز خبرگزاری رویترز از دیدار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی در اواخر ماه جاری میلادی خبر داده است. به گزارش رویترز محققانی که در حال انجام بازرسی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند به مقامات کشورهای آمریکا، چین و روسیه اجازه خواهند داد درباره اینکه آیا ایران اقدام به پنهانکاری درباره برخی از جنبای برنامه هسته خود کرده است یا خیر تصمیم بگیرند بر اساس گزارش ها یکی از موارد اختلاف میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی برای رسیدن به توافق جامعه هسته ای تا تعداد سانتریفیوژهایی هایی است که ایران اجازه خواهد یافت فعال نگه دارد علی خامنه ای در تیر ماه امسال گفته بود ایران در سالهای آینده به 190 هزار سو قنیسازی اورانیوم نیاز قطعی دارد واحد جداسازی اورانیوم یا سو عبارت از ظرفیت قنیسازی واحدهای سانتریفیوژ است اما اینکه دقیقا ایران چه مقدار سانتریفیوژ لازم دارد و نیاز قطعی ایران به این مقدار در چه سالی است هنوز مشخص نیست. آقای خامنه ای درباره پیشنهاد غرب گفته است هدف آنها این است که ایران را در باب ظرفیت غنیسازی به ده هزار سو راضی کنند که محصول حدود ده هزار از همین قدیمی هایی که از قبل داشتیم و داریم است. به روز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پانسته همه شهری بر زمن تکزیب گزارش ها در خصوص موافقت ایران با کاهش تعداد سانتریفیوژها گفت هیچ توافقی درباره تعداد سانتریفیوژ ها و میزان غنیسازی صورت نگرفته است عباس عراقچی مسئول تیم مذاکره کننده هسته ای ایران نیست چهارشنبه هفته گذشته اظهار امیدواری کرده است که تا آذر ماه توافق جامع هسته حاصل شود معاون وزیر خارجه ایران گفته با گروه پنج یک در هفتاد درصد مفاد مورد نظر توافق داشتیم و با هوشیاری لازم مذاکرات را دنبال می کنیم. به افزوده نگارش متن توافق نامه با گروه پنج بعدوه یک بیشتر شکلی است و پس از توافقات نهایی این امر صورت میگیرد و یادآور شده حدود 70 درصد متن توافق آماده و سی درصد از متن به صورت نقطه چین تدوین شده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده سی درصد باقی مانده از توافق نامه از نظر کیفی و محتوایی هنوز تایید نشده اما در این زمینه پیشرفت خوبی داشتیم و این پیشرفت خود دلیل تمدید مذاکرات بوده است. عراقچی ادامه داده طرفین مذاکرات هسته ای از آن داشتند که پیشرفت ها خوب بوده و میزان درک از مواضع از سوی طرفین قابل توجه است اما در این میان اختلافاتی وجود دارد که برخی از آنها عمیق است. به گفته امیدواریم در دور بعدی مذاکرات که اجتماع سپتامبر در نیویورک برگزار می شود، بتوانیم توافقات خوبی داشته باشیم. جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی قرار است در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر گفتگو کنند. این دور از مذاکرات روز 27 شهریور برگزار خواهد شد. دور قبلی مذاکرات هسته ای در تیر ماه بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید تاریخی که توافق شش ماهه هسته جنف به اتمام رسید و این توافق برای چهار ماه دیگر تا سوم آذر ماه تمدید شد. حسن روحانی در دو سخنرانی جداگانه هفته گذشته در مشهد مواضع متناقضی درباره حجاب و فرهنگ اتخاذ کرد. در همین حال محمد خاتمی با حمایت از رئیس جمهور گفت حسن روحانی نمیتواند برخی واقعیت ها را یک شبه تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی حسن روحانی که به مشهد سفر کرد در جمع گروهی از ایثارگران این شهر گفته این سرزمین برای حجاب و افت جنگیده و مبارزه کرده است روحانی ساعتی پس از انجام این سخرانی در جمع نخبگان و برگزیدگان حاضر شده و انتقادهای تندی را متوجه برخوردهای فرهنگی اجتماعی و سایبری در جمهوری اسلامی کرده است وی بی آنکه نامی از گشت ارشاد ببرد گفته با ون و مینووس و پاسبان و سرباد جامعه متعالی نخواهد شد مگر راه افاف برای بانوان ما ون است راه دیگری نداریم روحانی با انتقاد از اجرای طرح تفکیک جنسیتی هم اظهار کرده ما باید برای ارتقای اخلاق نشاد در جامعه و نحوه رفتار با جوانان جامعه پسر و دختر راه علمی بیابیم مدام میگویند دختر و پسر را جدا کنیم رئیس جمهوری اسلامی در این حال افزوده جامعه ما حجاب و عفاف میخواهد اخلاق و عفاف به نفع همه ماست استحکام خانواده های ما را حفظ میکند و قرآن فلسفه حجاب را امنیت ذکر کرده است روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از فیلترینگ در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بازور نمی شود بیاییم اینجا یا آنجا را ببندیم وی خطاب به متولیان فیلترینگ اظهار کرده خب شما فیلتر درست می کنید اون میرود فیلتر شکن درست می کند و با این روش این مسائل حل نخواهد شد چرا که اگر حل می شد تا کنون حل شده بود روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بورسی های غیر قانونی اشاره کرده و گفته کسانی میخواهند با تقلب استاد فرزندان ما شوند در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق گفته است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نمیتواند این واقعیت ها را یک شبه تغییر دهد آقای خاتمی در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز و علامه تبا طبع گفت ما معتقد بودیم باید فضای امنیتی به فضای سیاسی تبدیل شود و زندانی سیاسی نداشته باشیم و سخیری ها و حسها برداشته شود اما برخی جریانات هستند که حیات خود را در تداوم این فضای امنیتی میبینند و آقای روحانی هم نمی توانند ها را یک شبه عوض کنند. محمد خاتمی گفته است ما در انتخابات شرکت نکردیم که دوستان ما روی کار بیایند بلکه نظر ما این بود که روالها و روی کردهای نادرست اصلاح شود و به حمدالله دولت و رئی جمهوری داریم که روی کرد خوبی دارد. به همچنین با اشاره به ستمهایی که طی سالهای گذشته بر جریان اصلاح طلبی رفته است گفته است استراتژی ما تعامل است تعامل با حاکمیت و حتی جریان های مخالف با حفظ هویت گوش زد من به دوستانی است که با رویکرد تعاملی ایراد و اعتراض دارند این تعامل به معنی توبه از هویت خود نیست محمد خاتمی اضافه کرده هویت ما اسلام خواهی یعنی حاکمیت رأی و رضایت مردم در جامعه است و اگر گفته شود که شرط فعالیت این است که از حق و رأی مردم دفاع نکنید و اگر ظلمی به دانشجو و مردم و استادی رفت سکوت کنید و این پذیرفته شود دیگر این هویت از بین می رود تعامل با حفظ هویت را باید مبنای عمل قرار دهیم و امیدوار به رشد جامعه باشیم حسن روحانی با سخنان زد و نقیز خود و خاتمی با حمایت از وی میکوشند وعده های محقق نشده رئیس دولت را در کنار سخیده های محافظ کاران توجیه کنند روحانی در زمان انتخابات وعده بسیاری در خصوص آزادی های اجتماعی و سیاسی داده بود که اینک نه تنها آن بعدها محقق نشده بلکه سخگیری محافظ و قوه قضایی بر مردم و فعالان سیاسی هم افزایش یافته است. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدن طرحی برای مقابله با ازدواج سفید خبر داد. در ازدواج سفید که اخیرا در ایران رواج یافته زنان و مردان بدون ازدواج رسمی در یک خانه با یکدیگر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش شهریور، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، از نهایی شدن طرح اطلاع خانواده پایدار برای مقابله با ازدواج سفید خبر داد و گفت که این طرح تح... بر اساس سیاست های جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده است. سیاوش شهریور گفت که درباره ازدواج سفید در ایران بزرگ نمایی شده و در عین حال یادآور شد که در این باره آماری در اختیار ندارد. وی تعداد ازدواج های سفید را محدود و معدود خواند و افسود به این نحوه آشکار و تندی که در رسانه ها با آن پرداخته می شود نیست اما همین میزان محدود هم باید با کار فرهنگی و با رویکرد اجتماعی مقابله شود در ماه های گذشته برخی رسانه های ایران از افزایش ازدواج سفید که به همباشی نیز معروف است و به معنای زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی در یک خانه است خبر دادند. روزنامه جهان صنعت 25 مرداد در گزارشی از افزایش همخانگی مجردهای غریبه و زندگی سفید در تهران خبر داده و آن را یک ضرورت اقتصادی موقتی برای گذران زندگی توصیف کرده بود. این در حالی است که قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی سی و مرداد به تغییر سبک زندگی و عرفی شدن این نوع از ازدواج اشاره کرده بود. مرتزا میر باغری گفته بود رابطه ثبت نشده و بدون قاعده زن و مرد از گذشته به این شکل وجود داشته است. اما در حال حاضر این موضوع شکل عرفی به خود گرفته ولی هنوز در کشور ما فراگیر نشده است. خبرگزاری ایسنانی 16 تیر ماه در گزارشی نظرات تعدادی از جامعه شناسان درباره ازدواج سفید را منعکس کرده بود. امید علی احمدی جامعه شناس به این خبرگزاری گفته بود که این ازدواج در غرب رایج است و با اصطلاح همباشی نیز شناخته می شود. روزنامه ابتکار نیز 16 اردی بهشت در گزارشی مشکلات مالی، محک زدن رابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن را از جمله دلایل ترجیح ازدواج سفید به ازدواج رسمی ذکر کرده بود. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ازدواج سفید را یک نگاه وارداتی خواند و گفت که این ازدواج نمیتواند آرامش و سلامت را برای خانواده های ایرانی به همراه داشته باشد. به همچنین از نهایی شدن طرح اطلاعی خانواده پایدار و ارائه این طرح به شورای برنامه استان تهران خبر داد. به گفته مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران این طرح بر اساس سیاست های جمعیتی ابلاغ شده آسوی رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش نرخ زاد و ولد، افزایش نرخ ازدواج و بسترسازی برای ازدواج آسان تهیه شده است. در سیاست های کلی جمعیت که سی اردی بهشت سال 1393 توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، بر کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری تاکید شده است. آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است به روز پنجشنبه شنبه سیزده شهریور تاکید کرد که از نظر او افزایش جمعیت موضوعی مهم برای اقتدار ملی است. دولت و مجلس اسلامی پیش از این اقدامات مختلفی برای تشویق جوانان به ازدواج انجام دادند. از جمله نمایندگان مجلس چهار شهریور با یک فوریت طرح برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ازدواج موافقت کردند. با وجود این اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از کاهش آمار ازدواج جوانان ابراز نگرانی می کنند. تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین همچنان با سرعتی خطرناک در حال افزایش است. کارشناسان سازمان ملل هشدار میدهند که زمان را نباید از دست داد. در غیر این صورت پیامدهای این امر برای جو و اقیانوسها قابل تحمل نخواهد بود. سازمان جهانی هواشناسی در گزارشی اعلام کرده که میزان دیوکسید کربن در هوا در مقایسه با قرن هجدهم 235 درصد افزایش پیدا کرده. به همین دلیل آبهای کره زمین اسیدی شده و زندگی آبزیان به خطر افتاده است. سازمان جهانی هواشناسی که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می کند در گزارشی که منتشر کرده خبر داده که در سالهای 2012 و 2013 دیوکسید کربن در هوا به بالاترین میزان خود در سی سال گذشته رسیده و گازهای گلخانه ای هم به بالاترین حد در سی سال گذشته افزایش پیدا کردند. بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای باعث شده که تاثیرگذاری این گازها بر تغییرات جوی و گرمایش زمین به میزان 34 درصد افزایش پیدا کند. بر اساس پژوهش سازمان جهانی هواشناسی مهمترین عامل گرمایش زمین و تغییرات جوی در سالهای گذشته گاز دیوکسید کربن بوده که از طریق صنایع و اتومبیلها و خانههای مسکونی وارد فضا می شود. سازمان جهانی هواشناسی گزارش می دهد که قلزت گاز دیوکسید کربن در هوا در سالهای گذشته به اندازه 369 در یک میلیون ذره افزایش پیدا کرده و در مقایسه با قرن 18 هم 142 درصد افزایش داشته است. سازمان فضایی آمریکا ناسا هم پیش از این اعلام کرده بود که میزان دیوکسید کربن موجود در هوا در 800 هزار سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. برای اندازگیری گاز دیوکسید کربن در هوا، ناسا در جویه سال جاری ماهواره‌ای به فضا فرستاد. در گزارش سازمان جهانی هواشناسی آمده است که غلظت گاز متان و اکسید نیتروژن هم که هر دو جزو گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌آیند سال گذشته به ترتیب به 235 درصد و به 121 درصد رسیده است میزان این گازها در هوا با وضعیت جوی کره زمین در دوران پیشا صنعتی سنجیده می شود. چنانکه از آمار سازمان جهانی هواشناسی برمیآید برای مثال میزان دیوکسید کربن در هوا در مقایسه با قرن 18 هم 235 درصد افزایش پیدا کرده است در همین حال میشل جارو دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی در تحلیل داده های آخرین پژوهش این سازمان پیرامون تغییرات جوی میگوید ما با قاطعیت میدانیم که آب و هوای کره زمین تغییر کرده و وضعیت جوی کره زمین به خاطر آلودگی هایی که انسان مسبب آن است هر روز حادتر از قبل میشود. وضعیت جوی کره زمین را فقط با کاهش دادن میزان گازهای گلخانه ای می توان بهبود بخشید. به گفته کارشناسان از آغاز قرن 21 هوا گرمتر نشده اما گرمای تولید شده در سالهای گذشته در اقیانوس ها ذخیره شده و همین امر باعث می شود که پدیده گرمایش زمین ادامه پیدا کند. افزایش میزان دیوکسید کربن اسیدیته آب اقیانوس ها را افزایش داده و این پدیده اگر متوقف نشود یک فاجعه زیست محیطی را در پی خواهد داشت سازمان جهانی هواشناسی میگوید میزان اسیدیته آبهای جهان به بالاترین حد خود در 300 میلیون سال گذشته رسیده است. هنوز معلوم نیست که اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها چه تاثیری در زندگی آب زیان دارد. نمایشگاهی از آثار محمد نوریزاد تحت عنوان عشق روز 20 سپتامبر برابر با 29 شهریور سال جاری در لس آنجلس برپا می شود. محمد نوریزاد فیلمساز منتقد در شرح خلق آثارش گفته داستان از اینجا شروع شد که در زندان و در اولین ملاقات کابینی تصمیم گرفتم روی زیر پیراهنی هم شکلی بکشم و شعاری بنویسم و آن را نشان خانواده هم بدهم که با استقبال آنان مواجه شد من امده آثار هنری خود را در همان قرنطینه دو نفری و بعد که به بند سپاه منتقل شدم در همان سلول بزرگ انفرادی ساختم. این نمایشگاه روزهای 23 تا 25 سپتامبر در گالری سیهون لس آنجلس برای بازدید علاقمندان برپاست. در این بخش از برنامه سری میزنیم به میزدان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد. ابتدا اشاره بکنم به یکی از مهمترین رویدادهای این هفته و اون هم کسب رأی اعتماد کابینه آقای داوود از پارلمان ترکیه است. 306 نماینده پارلمان از مجموع 439 نماینده حاضر به کابینه 62 ترکیه به رهبری آقای داوود رأی اعتماد دادن و خب با توجه به دارا بودن اکثریت کرسی های پارلمان توسط حزب عدالت و توسعه به نظر نمی رسید آقای داودوغلو در این مسیر با چالش جدی روبرو بشه پس از کسب رأی اعتماد کابینه هم آقای داودوغلو در جمع نمایندگان پارلمان گفت که هدف من تعمیق هر چه بیشتر دموکراسی افزایش پتانسیل اقتصادی و مبنا قرار دادن یک دیپلماسی فعال هستش نکته مهم دیگه که آقای داودوغلو در سفرش به زادگاه خودش یعنی شهر قونیه به اون اشاره کرد این بود که ایشون در مورد موضوع گسترش دموکراسی گفتن در این کشور هیچ کس به خاطر باورهاش طرز لباس پوشیدنش یا قومیت و مذهبش تغییر نخواهد شد همینطور دو نکته اساسی دیگه که به نظر میرسه از راه مهم دولت جدید ترکیه خواهد بود و در واقع ادامه همون سیاست های دولت قبلی آقای اروان هستش رو ایشون بهش اشاره کردن یکی موضوع تغییر قانون اساسی در ترکیه است که آقای داوود گفتن بلافاصله پس از برگزاری انتخابات پارلمانی نخستین اقدامات برای تغییر قانون اساسی آغاز خواهد شد و همینطور مسئله دوم خاتمه دادن به موضوع تروریسم در ترکیه در سال 2015 است که البته منظور آقای داوود اوغلو پکاکا و تحرکات این گروه و همینطور مذاکرات صلح با پکاکا است که دولت ترکیه میدونیم بسیار امیدواره بتونه هر چه سریعتر این موضوع رو به سرانجامی برسونه آقای داوود در این باره وعده دادن که سال 2015 سال نهایی در پایان دادن به این مسئله هستش از آن سو هم البته در اظهار نظری مشابه آقای اوجالان رهبر زندانی کور این هفته در پیامی تازه بعده دادن که روزهای آینده ما شاهد تحولات مهمی در زمین مذاکرات صلح خواهیم بود و نقشه راه شفافتر خواهد شد آقای اوجالان در این باره گفتن که به رقم نواقص و کارشکنه موجود ما به روند گفتگوهای سرچویانه یعنی خودمون ادامه خواهیم داد و اکنون این موضوع وارد مرحله عملی و اشرایی شده مرحله که سرنوشت کشور و همه رو روشن خواهد کرد اما در پی سفر چاکگل وزیر دفاع امریکا به ترکیه که با هدف کسب حمایت ترکیه از پیوستن به اطلاف جهانی بر علیه داعش انجام گرفت بسیاری بر این اعتقاد بودن که ترکیه به طور آشکار و بازه تمایلی به حضور در این اعتلاف نداره در این بار روزنامه ملیت ترکیه به نقل قول از وزیر دفاع امریکا نوشته که هگل گفته در این باره از ترکیه درخواستی نکردیم اما از سوی دیگه روزنامه وال استریت جورنال باز هم به نقل قول از هگل وزیر دفاع آمریکا گفته هر کشوری ابعاد سیاسی داره که محدودش میکنه و ما به این موضوع احترام میذاریم های هگل گفته 49 گروگان ترک هنوز در رسانه داعش هستن برای رهبران ترکیه در رده نخست اهمیت قرار در همین ارتباط هم البته روزنامه وطن ترکیه عنوان ائتلاف خاموش رو در مورد همکاری ترکیه با ائتلاف جهانی ضد داعش به کار برده و نوشته که ترکیه به دلیل شرایط ویژه‌ای که داره از نقش خاموش در این ائتلاف برخوردار خواهد بود. منظور روزنامه وطن از شرط ویژه ترکیه اشاره به همون موضوع 49 گروگان ترک است که در اسارت داعش هستند. در ادامه این روزنامه می‌افزاید که به دلیل رعایت امنیت جانی شهروندان ترک در اسارت داعش هستند طبیعتا ترکیه در این اطلاف نقشی فعال نخواهد داشت هرچند از آن سو خبرگزاری رویترز به نقل از چاکگل عنوان میکنه که چاکگل گفته مذاکرات موفقیت آمیز با رهبران ترک یک بار دیگه بر قاطعیت رهبران ترکیه در مبارزه با داعش سهه گذاشته و یا در اظهار نظری متفاوت روزنامه رادیکال ترکیه به نقل از مقام نظامی که نخواست نامش باش بشه مدعی شده ترکیه پایگاه نظامی اینجلیک رو در اختیار اعتلاف ضد قرار خواهد داد تا از این طریق کمک های انسانی و تدارکاتی در اختیار نیروهای این اعتلاف قرار بگیره و نهایتا این هفته آقای ارغان دو پیام تبریک برای سران دو کشور همسایه داشتن نخواست پیام تبریک به رئیس جمهور عراق آقای فاد محسوم و ابراز امیدواری برای موفقیت دولت جدید را و تاکید بر گسترش روابط دو کشور همینطور راه اروان در پیامی از انجام موفقیت آمیز عمل جراحی آیت الله ای رهبر جمهوری اسلامی ابراز خرسندی کردند بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درودی دیگر بدرود